پس از گذشت 23 روز سرانجام آلودگی هوای تهران کاهش پیدا کرد. صبح روز جمعه 24 واحد از شدت غلظت ذرات معلق کاسته شد و شاخص روی عدد استاندارد 100 ایستاد. سازمان هواشناسی ایران پیش بینی کرده است که برف و باران در راه است که این موضوع می تواند به کاهش آلودگی هوا کمک بکند. گروش صحتی گزارش می دهد. تهران و چند شهر دیگر ایران از جمله کرج و اصفهان در روزهای اخیر با آلودگی هوای گسترده‌ای روبرو بودند. وضعیتی که به تعطیلی مدارس ابتدایی و برخی کارخانه‌ها و فعالیت‌های عمرانی در این شهرها و اتخاذ تدابیری مانند اجرای طرح تردد خودروهای زوج و فرد انجامید. جدا از مسئله تأثیر آلودگی هوا بر وضعیت سلامتی مردم، این تعطیلی‌ها بر اقتصاد ایران هم تاثیرگذار است. حسینی صدر نماینده خوی در مجلس ایران در این ارتباط گفته است گردش مالی اقتصاد ایران در یک روز نزدیک به 1500 میلیارد تومان است و تعطیلی کلان شهری مثل تهران بر اثر آلودگی هوا بیش از 70% از این گردش مالی را مختل می‌کند. رویکرد امسال دولت ایران در مقابله با آلودگی هوا در تعطیل کردن مدارس و برخی کارخانه‌ها برخلاف سال‌های گذشته شامل ادارات و دانشگاه‌ها نشد. گروهی از کارشناسان اقتصادی ضربه‌ای که می‌توانست این موضوع به اقتصاد ایران بزند را دلیل این موضوع دانستند. گرچه آلودگی شدید هوای تهران برای همه گروه‌های سنی خطرناک اعلام شده بود، نه تنها کودکان دبستانی. از سوی دیگر برخی از کارشناسان محیط زیست می‌گویند دولت از طریق حمایت از کارخانه‌های خودروسازی که بزرگترین نقش را در آلودگی هوا دارند، خود در تشدید آلودگی هوا نقش دارد. گره این ماجرای آلودگی هوای تهران بس خودروسازی است. در شرایط موجود این که ببینیم همین دو ماه پیش مثلا دولت وام داد به مردم که باش فقط بتونن برن از خودروسازهای داخلی خودرو بخرن، خودروهای آلاینده، این نشون میده که دولت پذیرفته که این سوبسید رو بده، سوبسید آلودگی هوای تهران رو بده و به جاش خودروسازی همچنان سرپا باشه. این میشه گفت خلاصه همه آن وضعیت و اون تصویر کلی است از آنچه که ما تحت عنوان مسئله یا مشکل آلودگی هوای تهران میشناسیم. سیاست حمایت از خودروسازهای داخلی و در پی آن تشدید آلودگی هوای ایران مسائلی نیست که مختص دوره ریاست جمهوری حسن روحانی باشد. ایران سالهاست که با این مسئله دست به گریبان است، اما در میانه جدالهای سیاسی میان جناح‌های مختلف گروهی از اصولگرایان از جمله 107 نماینده مجلس نوک انتقاد از وضعیت آلودگی هوا را متوجه دولت کردند. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل ایران هم از ورود این سازمان به مسئله آلودگی هوا در شهرهای مختلف و مکاتبات محرمانه این سازمان با سران سه قوه در این باره خبر داد و خواستار پاسخگویی و اجرای وظایف قانونی آنها شده است. کوروش صحتی، صدای آمریکا.